به نام خدایی که همین نزدیکی. سلام، صبحتون بخیر. آخرین دوشنبه بهار 98 تون بخیر و شادی اهالی مردم. خبر کنترل هشتک رو با شما همراه خواهیم بود، همراه ما باش. دکتر محمد باقر قالیباف در پیامی خواست که چهره های نو را از میان افراد توانمند و با صلاحیت برای نامزدی در انتخابات مجلس معرفی کنند. انتخابات پیش رو یک فرصت برای پیشرفت کشور در گروه تشکیل یک مجلس نو. اگر شما جوانان همت کنید می توان به ظهور مجلسی نسبتاً جوان و با تجربه امید داشت. بله، روز گذشته ویدیویی از آقای قالیباف منتشر شد که متنی که براتون خوندم از این ویدیو استخراج شدش و هشتگ قالیباف و مجلس نو بین کاربرهای فضای توییتری ریتوییت شد و ترند بود. اون چیزی که من تا چند ساعت پیش داشتم می دیدم جزء ترندهای فضای توییتری شد و کاربرا در موردش نظرات مثبت و منفی داشتن. این نوع مجلس نو آدم یاد نو اصولگرایی میندازه، موضوعی که آقای قالیباف زمان بعد از انتخابات ریاست جمهوری و ناکامیش در اون انتخابات و اینکه کنار گرفتن به خاطر آقای رئیسی، یک بحثی رو به عنوان نوع اصولگرایی که به یک جریان خاص سیاسی مربوط هستش رو مطرح کردن. حالا مجلس نو رو مطرح کردن، ولی دیدشون دید جوانگرایانه ای هستش که امیدواریم این موضوع نشه مثل لیست های انتخاباتی که همشون با سفارش جوانها رو انتخاب کنن و در لیست انتخاباتی قرار بدن، که ما تجربه تلخش رو در دوره های پیشین مجلس و لیست هایی که همشون سفارش شده بودن و کارایی چندانی هم نداشتن تشکیل شد و به اونها رأی دادن. میگم باز هم کامنت های مختلفی و کاربرا در این باره نوشتن و نظرات مثبت و منفی زیادی در این باره مطرح کردن. خب آقای قالیباف حدود 7-8 ماه زودتر اومدن و وارد میدان برای انتخابات شدن و این موضوع رو مطرح کردن، مثل زمان ریاست جمهوری سایتی رو معرفی کردن تا جوانها برن اونجا و ثبت نام کنن، که امیدواریم، باز هم اظهار امیدواری میکنیم که انشاءالله جوانان واقعا کارآمد بدون سفارش وارد مجلس بشن. همونطور که رهبری گفتن دولت آینده دولت جوانی خواهد بود و اون انرژیشون رو برای کشور و ترقی کشور بذارن. یکی کاربرام نوشته اگر وارد میدان نشوید در بر همون پاشنه قبر خواهد چرخید، که این هم از سخنهای آقای قالیباف در همون ویدیو بودش که باز هم هشتگ مجلس نو و هشتگ قالیباف ریتوییت شده بین کاربرای فضای توییتر. خب بریم سراغ هشتگ بعدی. همونطور که میدونی شب گذشته والیبال کشورمون، والیبالیست های کشورمون مقابل روسیه هم تونستن 3-0 والیبال رو ببرن و این هم باعث کلی خوشحالی بین کاربرای فضای توییتری شد. دوباره هشتگ والیبال ترند شد بین کاربرای فضای توییتری و بحث‌های مختلف هم در این رابطه مطرح کردن. حالا کاربرای فضای توییتری، یکی از کاربران نوشته حاصل 30 سال تلاش و مدیریت درست و جوانگرایی به موقع رو داریم میبینیم. کی میگه ما نمیتونیم تو کار گروهی موفق باشیم؟ کی میگه ما نمیتونیم خوب برنامه ریزی کنیم؟ کی میگه ما باید مدیر خارجی بیاریم تا موفق بشیم؟ کی میگه ما فقط بلدیم آبگوش بزباش درست کنیم؟ تا با چنین بادا هشتگ والیبال. که این بحثم بحث آبگوش بزباشم قبلا یکی از مسئولین نخبه کشورمون مطرح کردن که این کاربر به اون اشاره کرده. کاربر دیگه هم نوشته بچه های والیبال دمتون گرم که تو این روزها که خبر خوب خیلی کمه دل مردم را شاد میکنید. هشتگ ایران روسیه. کاربر دیگه هم یه عکس از میوه گذاشته. همونطور که میبینید بعد از 8 ساعت برگشتم خونه و بردمون رو دیدم و آخرین امتیاز رو هورا بردیم. مبارکمون باشه. هشتگ والیبال. کاربر دیگه هم خیلی روزها بحث های طنزم تو این مسائل مطرح میشه. همونطور که میبینید تصویر گذاشتن و نوشتن وقتی نتایج تیم والیبال رو میبینی از شعف همش میخوای خوشحالی کنی. یه توییت آخرم براتون میخونم. ورزش فقط فوتبال نیست. تیم فقط پرسپولیس و استقلال نیست. قهرمانی همیشه مختص فوتبال نیست. بازیکن همیشه به ایرانوند و ابراهیمی نیست. گاهی اوقات هم سعید معروف ها قهرمان هستن. هشتگ بچه ها متشکریم. از همین توییت من گریز میزنم به توییت بعدی و هشتگ بعدی هشتگ پرسپولیس و برانکو.
بله، در خبرها داشتیم که برانکو خداحافظی کرد از تیم پرسپولیس. این هم باعث شدش که سر و صدای پرسپولیسی ها در بیاد. هواداران تیم پرسپولیس سر و صداشون در اومد. تو خود توییتر هم کلی این هشتگ رو ترند کردن و ریتوییت کردن و بحث های مختلفی رو که همش شاید اون چیزی که من دیدم بیشتر از 90% بحث های غمگینی از بدا با برانکو بعد از این همه خوشحالی که برای تیمشون اوورد و برای هوادارانشون اوورد در قهرمانی های پیاپی در سال های مختلف، این باعث شدش که کاربرای فضای توییتری هم این وداع و رفتن برانکو رو باعث ناراحتی خودشون بدونن و خیلی ناراحت بشن و کلی هم غر زدن در فضای توییتری درباره اینکه چرا مسئولین حالا تیم پرسپولیس برانکو رو نگه نداشتن. کاربر نوشته زندگی جریان داره، پرسپولیس زنده است، غم رفتن برانکو خیلی اذیت کننده است، ولی تو این لحظات خودمون باعث افزایش حاشیه نشیم، ما حمایت کننده پرسپولیسیم. تصور پرسپولیس بدون برانکو ترسناک هست، خودمون ترسناک ترش نکنیم. به قول رئیس هر کاری میکنن تا ما قهرمان نشیم، هشتگ اما ما قهرمان میشیم. درستش هم همینه، قرار نیست با رفتن یک نفر اینقدر ناامید بشن پرسپولیسی ها. و کاربر دیگه ای هم از همین جا از برانکو تشکر کرده و گفته تو الماس پرسپولیس بودی و اولین نفری که هر کاری کردن که خرابش کنن نتونستن. و هشتگ دیگه ای هم که حالا با هشتگ کامنت دیگه ای که با هشتگ پرسپولیس و برانکو رفته که روزای روشن، خدا حافظ، خدا حافظ آقای افتخار. و از این جور کامنت ها زیاد در فضای توییتر از طرف مخصوصا پرسپولیسی ها داره منتشر میشه و با هشتگ برانکو و برانکو خدا حافظ و کلی گریه و آه و زاری که هواداران پرسپولیس از رفتن برانکو در فضای مجازی و فضای توییتری دارن میکنن. خب کنتو هشک این ساعت هم همینجا به پایان رسید. همچنان با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.